سلام دوستان، میخوام براتون این جعبه رو یک کالباچی کافی بکنیم و بیشتر از نظر ساختار جعبه میخوام اینو نشونتون بدم. این جعبه رو حالا به این شکل که میبینید من بازش میکنم، یک شیشه قرص توشه که این شیشه خیلی کوچیکه نسبت به این. ببینید اینقدر فاصله پایینش خالی داره. خب اینا اومدن چه کار کردن؟ اومدن یک نگه دارنده اینجا گذاشتن که وقتی این شیشه قرار میگیره توش، این مقدار ارتفاع میگیره و بالا میسته و همردیف این میشه، همردیف شیشه میشه. خب حالا میخوام ببینیم چرا این کار انجام شده و چه دلایلی داره و بقیه غذایا رو دنبال کنیم. جعبه رو باز میکنیم، کالبدشیر کافی میکنیم و از این قسمتی که میبینید من جعبه رو باز میکنم تا ببینیم که ساختارش رو چه کار کرده. خب برای اینکه خیلی صدمه نبینه و درست باز بشه، خب به این شکل ببینید این جعبه به این شکل کار شده که این رو هم من باز کنم، به این شکل شما میبینید. خب حالا من این وریش میکنم که شاید بهتر دیده بشه. خب این جعبه، من حالا این یکی جعبه رو هم باز میکنم که دوتا رو با هم شما در کنار هم ببینید و ببینیم که اگر بخوان اینو گسترده شو در واقع بذارن و چاپ کنن به چه شکلی در میاد. من این رو هم باز میکنم و میخوام ببینم وقتی که میخوان چیدمان کنن اینو باید چجوری بذارن که حد اقل پرت رو بهشون بده. خب طبیعیه که به این شکل این جعبه رو اینجوری قرار میدن کنار هم دیگه و ببینید به این شکل قرار بدن و یه جعبه هم میتونه این ور قرار بگیره که اینا تو دل همدیگه بیان. خب حالا اینجا ما این رو که نگاه بکنیم ببینیم اینجا تقریبا پرتش کمتره، ولی جعبه ای که این ور قرار میگیره پرت بیشتری داره، مگر اینکه این رو هم به این شکل بذارن که باز هم نه نمیشه، این پرت خواهد داد. خب پس بنابراین این بهترین حالته که این جعبه به این شکل قرار بگیره. خب حالا میخوام از این نتیجه بگیرم که چه کاری بهتر بود که میکردن به جای اینکه این یه تیکه رو بیان اضافه کنن به این مجموعه جعبه و این جعبه رو اینجوری یک دست کار بکنن، چه کاری بهتر بود که انجام میدادن. من فکر میکنم اگر که این جعبه رو به این شکل کار میکردن که حالا من اینو اینجوری میکنم که شاید بهتر متوجه شید، حالا از اینجا میکنم. خب اگر ما یه جعبه به این شکل داشتیم، حالا با یه لبه کوتاهی از این، خب این جعبه رو جداگانه چاپ میکردن به این شکل، این جعبه رو جداگانه چاپ میکردن و به همین ترتیب بغل این جعبه جعبه های دیگه میذاشتن و بعد این رو هم جداگانه دیگه اینجا چاپ لازم نداشت، نه یووی لازم داشت نه چاپ لازم داشت، این الان چاپ چهار رنگ شده و یووی هم خورده، ولی این خب نیازی به این قضیه نداره دیگه، فقط میتونستن یک ساختار به این شکل رو قالب بزنن و این ازش جدا کنن و خیلی هم راحت این ته جعبه به همین شکل میتونه قرار بگیره، خیلی نیازی به کار خاصی نیست و انرژی خاصی نمیبره. تفاوت قضیه چیه؟ تفاوت قضیه اینه که وقتی این تیکه رو ما به این شکل در این کار میاریم، خب ما داریم در واقع هزینه چاپ چهار رنگ رو برای این یه تیکه هم میدیم، هزینه یووی رو که اینجا یووی براق خورده برای این یه تیکه هم میدیم و کلن اندازه کار ما بزرگتر شده، بنابراین هزینه های چاپ ما بیشتر میشه به خاطر اینکه ما یه تکه به این شکل اضافه کردیم به قضیه.
بهتر این بود که این جعبه به این شکل چاپ میشد و این هم بدون یووی و بدون چاپ فقط قالب میخورد و این ازش جدا میشد. پس این از نظر صرفه اقتصادی که در جریان باشید وقتی که یک جعبه ای رو میخواید مثلا یک همچین چیزی نگه دارنده ای تای جعبه بیارید که این روش قرار بگیره، بهتره که با دقت بیشتر این کارو بکنید و ببینید که تفاوت این قضیه چیه. خب طبیعتا اگر که این جعبه در تیراژ بالا چاپ بشه که حتما هم همین جور هست چون در سطح بین‌المللی توزیع میشه، تفاوت قضیه خیلی زیاد خواهد بود و کاملا به صرف است که این تیکه رو ما جدا بکنیم از کل این جعبه‌ای که میخوایم چاپ بکنیم. حالا این داستان رو من بیشتر به خاطر این قضیه جعبه و ساختارش و اون چیزی که مغروم به صرف تر هست با تون صحبت کردم، ولی حالا از نظر کلی بخوایم بگیم که این شاید تو این خیلی توی این جعبه زیاد معلوم نیست و توی این شاید بهتر معلوم باشه. اینجا اگر که معلوم باشه من یه تکونش میدم که اینا تو نور قشنگ دیده بشه. این تیکه ها میبینید گوده، بنابراین این قسمت ها رو اومده از لترپرس استفاده کرده، قالب گذاشته و برجسته کرده. حالا چون که این در اختیار شما نیست که من کالبد شکافی رنگ های چاپیش و اینها رو انجام بدم و شما هم بتونید همین کار رو همین جعبه رو ببینید و بررسیش کنید، وارد اون قضیه نمیشم که چند رنگ چاپ شده و به چه شکلی هست و بیشتر این ساختارش مد نظر بود که شما ببینید و فکر میکنم که اون موردی رو که میخواستم باهاتون در میان بذارم اینجا خیلی خوب تونستم کلیات قضیه رو بگم. موفق باشید تا بعد.